ضرب در گرانش عددگذاری گرانش ده جرم 110 و از ایکس این ضرب در اون وزن میشه 1100 نیوتن. بچه 1100 نیوتن همون 110 کیلوگرم خودمون. البته 110 کیلو وزن زیادیه، بستگی به قد داره، قدش چقدر باشه. مثلا قدش 2 متر باشه 110 خوبه، قدش 90 باشه 110 یه ذره زیاده، قدش مثل من باشه 110 میشه این میشه پلیس 110 میام میبرم ما رو. بریم مسئله بعدی. موافقین پاک کنم؟ عمر افهم چی نشته؟ باشه بریم خونم. الان دیگه مسئله بعدی رو حل کن. مسئله بعدی میخواییم یه بسته رو ببریم 3 سیاره. یک بسته عددش تو رو بسینا ده خیلی کم بود. 100 نه 100 زیاده. 100 میشه وزن بردار. 10 خوب. 10 خوبه. باشه 10 اما اولی 10 کیلوگرمی را به مریخ ماه و زمین میبرید. وزن بسته در کدام سیاره کمتر است؟ چرا؟ حل کنید ببینم. وزنش گرانش هم که این بغل هست، رونداش هم اینه 10 و 4 و 1 و 6 هیچ کارش نمیشه. اصلا این هم ساخته هم اصلا همه شو همین بگیرید. رون نکنید بچه، رون نکنید. 10 نگیشه شد ماه سیاره شد. آره دیگه ماه بچه ماه سیاره سیارکه. خوب شد گفت سیارک. ما قمره. من اشتباه گفتم سیاره، میگیم سیاره و سیارک. خوبه؟ باری کرده. مرسی بزن. همون 3.7 اینا رو حساب کنید، چون 10 دیگه خیلی رونده. سینا یه عدد گفت دیگه ردخور نداره. اصلا ماشین حساب میخوایم چی کنیم؟ ماه، سه، خورشید، مریخ، چهره. 3.7 بگیم. به این بچه ها نمشتن؟ ماه و مریخ 37 چی؟ نه زمین 98 ماه 16 مریخ 37. کی نمشت اینو؟ محسن. محسن جان آفری. سینا چند شد؟ ماه شد 100 زمین. زمین هم 10 رفتی؟ 9-8 برو. اشاری برو همه رو. همه رو اشاری برو. خانم بروسان آمده. سلام خانم بروسان. حالت چطوره؟ مشتاق دیدار. خوب کردی اومدی. خانم بروسان توضیح بدم تو بچه دار. این مسئله داریم حل میکنیم. اومدیم دوره کردیم چون فصل دوره میخوایم تموم کنیم. مریخ شد 70. فکر کن عجل نکن، کارتو بکن آروم. خانم بروسان داشتم میگفتم که داریم فصل 2 رو تموم میکنیم، گفتیم دوره کنیم تمومش کنیم که بعد بریم فصل 3 خیالمون راحت بشه. الان شما نبودی چگالی رو دوره کردیم، الان داریم وزن رو دوره میکنیم. گرانش 3 تا قمر، سیارک یا سیاره رو گفتیم و مسئله رو گفتیم که یک بسته 10 کیلوگرمی رو بردیم تو این 3 تا سیارک و سیاره. و بعد گفتیم کجا سبکتره. خودت الان حل کن. من به گروشان خانوم بگو بینم. خب که دیگه نوشتم باری که گروشان میگه ما فصل 3 ایم. ما یعنی کی؟ یعنی شما تنهایی رفتی فصل 3 ما رو نبردی؟ باشه باشه. منم خانم نوشته آفرین. محسن که قبلا نوشته بود دوباره. این خصوصی نیست. چرا؟ من جواب هم میگم نه. فصل 3 رو تموم کنیم. مگه میشه فصل 3 رو به این زودی تموم کنیم؟ فصل 3 خودش دنیاست، پایه شیمیه. آقای اسکاری رو لچ کرد. دوباره توازی حتما تو زرب تقسیم اشتباه گرده. بریم مسئله حل کنیم.
بعد سر فصل 3 چونه میزنه. اونا تون تون تو مدرسه میرید ولش کن، من رب نداره. من مجبورم یه چیزهای کاملتر بهتون بگم. اگه بخوام در حد کتابتون بچه ها بهتون بگم فصل 3 رو، اون وقت پایه شیمیتون قوی نمیشه. من دوست دارم پایه شیمیتون قوی باشه. علتشو بدونید. وقتی میگم آقا عدد جرمی چیه، چجوری به دست میاد و بلد باشید. تو کتابتون یه چیزهای گفته و رد شده رفته. و من کلن مخالفم با اون که اینقدر ساده گفته. خب اونا هدف دارم، میگن سال به سال کاملش کنیم. ولی این بچه هایی که اینجا هستن از شیشم، تابستون شیشم، این نمادهای شیمیایی رو اینا رو قرار بود حفظ کنن. 10 تا و 20 تا و 30 تا از شما هم میخوام 10 تا و 20 تا و 30 تا پله پله. پس اونایی که فصل 3 رو تموم کردن مجبورن تو کلاس من پله پله برن. باشه؟ شیمی به قول ایشون یه دنیاییه، خودش میدونه چقدر مطلب داره. خب بریم حل مسئله. اول میام اطلاعات رو جدا میکنیم. گفته بحث ده کیلوگرمی، پس جرم اون دهه. گفته که وزنشو به دست بیاریم تا ببینیم کدوم کمتره. مریخ و ماه و زمین هم که گرانششو داریم. پس اول میام فرمول میسیم وزن مساوی است با جرم ضرب در گرانش. گرانش ها رو جدا جدا می نویسیم. 9.8 مال زمین بود، 3.7 مال ملیخ 1.6 مال ماه بود. جرم هم که ثابت بود، یه بسته بود هر سجا بردیمشون. بچه ها گفتیم جرم تغییر نمی کنه وقتی یه جایی ببریش، مگر یادش بکنی. جرم هم که بسته هم. خب الان این میشه 98، این میشه 37، میشه 16 نیوتن. کدام کمتره؟ صفر با اشار رفت شد 16، 37، 98. ما از همه کمتره، پس ما توی ماه سبکتریم. برای همین وقتی بریم توی ماه یه روزی خرجش هم زیاد نیست. الان فعلا با 7-8 میلیون دلار میشه رفت فکر کنم. حتی ما هم نمیشه رفت، فقط میشه رفت فضا. 7-8 میلیون دلار پول نفتش آدم میگیره. والا خانم انصاری، خانم همیشه انصاری میدونی که اولین فضانورد زن ایرانی بود، کلا اولین فضانورد ایرانی بود که رفت فضا. 10 میلیون دلار پول بلیطش بود. یه هفته اونجا بود. اینقدر هم ماشاءالله پول دارن، شرکت خیلی بزرگ دارن با همسرشون. 250 میلیارد میشه. چیز تومن. چیزی نیست که. دوتا کاخمون این بغل میفروشیم. میریم یه دور. الان میگی 10 میلیون تومن. 10 میلیون تومن هم برای ما پوله. خب. فهمیدین؟ یاد گرفتین؟ بریم مطلب بعدی. تبدیل یکا. پاک کنم. اگه میخوایم پاک کنم بنویسید. بله بله خیلی خوب پاک بچه. ما تا ترم اول سعیمون اینه که برسونیم به اون چیزی که تو مدرسه خوندی، این تا فصل 7. ولی فصل 3 رو اجازه من بدید من خیلی توش بمونم، یعنی مثلا 6-7 ماه خوبه 6-7 ماه بمونم. چرم دارم رد میکنم. یه ماه بمونم دیگه، 3 هفته دیگه، دیگه کمتر امکان نداره. چونه نزن آقا چهه. اینم به خاطر تو. تبدیل یکا یعنی واحده رو به هم تبدیل کنیم. واحد بزرگ به واحد کوچک همیشه باید ضرب کنیم. ضرب در یک عددی که این عدد بستگی به یکا داره. واحد کوچک به بزرگ تقسیم. آفرین. تقسیم کنیم به یه عددی. چند تا تمرین.
5 متر چند سانتی متر است؟ یک. بعدی 2 دقیقه چند ثانیه است؟ بعدی 3000 نه 3000 کم 7600 ثانیه چند ساعته؟ بعدی 2000 میلی متر چند متر؟ دیگه سیصد سانتی متر چند متر؟ حل کنید تا با هم دیگه باز دوباره دست بلند کنید، اصلا حرف بزنید، چرا که نه، هر کی زودتر که دست بلند کنید. آفرین مریم خانم، باریک الله محسن. محسن چی نوشته؟ دو هفته اون قبلی بود. آها اون قبلی بود. آها محسن دو هفته کمه، به خدا خیلی کمه. 40 روز زیادتر چند بود؟ چه یه ماه چه بخشید؟ یک دو دیگه توضیح میدنی؟ کدام رو فرداد چند؟ همین تبدیل یکا؟ نه تبدیل یکا نه، اینکه ایران با همه ما پنجمه به سانتیمه تبدیل کنن؟ بله بله بله، 2 دقیقه رو به ثانیه تبدیل کن. 7200 این 600 چرا شد؟ 200 بود به خدا. تمام تقسیم این بسته بس. 7200 تبدیل کن به ساعت، 2000 میلی متر رو به متر، 3000 سانتی متر رو به متر. سوال اول 5000 این بله سانتی متر ها اون میلی متر میشد، اون که میگفتی 5000 میلی متر. خب کی بس میشه؟ اونه که دست بلند کرد. محسن رو بس کنم اول. دومی 120 ثانیه. بلند نگو بچه میشه. محسن جان بگو. صد صد مرسی. دومی رو هم بگو. گفته 2 دقیقه چند ثانیه است؟ بزرگی دوباره باید ضرب شه، 2 ضرب در 2 ضرب در 60 میشه، میشه 2 ثانیه. میشه ببخشید 1200 دقیقه. 120 ثانیه گفته. دو آره دو جا برعکس نمیشودی. 2 دقیقه ضرب در 60 میشه 120 ثانیه. یکی دیگر رو بس کن. مرسی محسن جان. آجان خانم صحبت کن. سلام. دومی گفته 7200 ثانیه چند ساعته؟ خب کوچیکی 72 داره دیگه، درسته؟ فرق نمی‌کنه، شما بگو. گفته که چند ساعتی خود چون که کوچیک به بزرگی ما باید تقسیم بکنیم میگیم پس به دو هزار تقسیم برش کرد. تقسیمه چند؟ تقسیم برش کرد، درسته؟ اگه تقسیمه 60 کنیم تازه به دقیقه تبدیل میشه، بعد دوباره باید به ساعت تبدیل کنیم. تقسیم برش کرد 20. نه دیگه 60 60 ها. آها. دایی من یا کن حالا درسته نیا کن. یک ساعت 60 دقیقه است، هر دقیقه 60 ثانیه است، پس 60 ضرب در 60 میشه 3600، پس تقسیم 3600 میکنی. جربش هم میشه 2 20 20 بله. اگه 7200 باشه میشه 2، اگه 72000 باشه میشه 20 ساعت. بله من 7200 گرفتم. بله پس 20 ساعت درست. یه کم بگو. بعدی 2000 میلی متر به متر خواسته. خب دوباره کوشش به بزرگی پس باید تقسیم بکنیم، میگیم 2000 تقسیم برای 100 که نمیشه چون که باید بگیم
که وقتی به سر بکنیم تازه میشه سانتی متر. بعدی میخوایم درست بکنیم چه دو تا نه. نه 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 فاصله میلیمتر و سانتی متر 10 بود، یعنی 100 ضرب در 10 میشه 1000، یه متر 1000 میلیمتر، پس تقسیم بر 1000. بله 2000 تقسیم بر 1000 میشه 2 متر. مرسی. یکی دیگه رو بس کن. مرسی جان. یکی دیگه سینا بگی. اصلا من 300 رو باید چیکار کنیم؟ 300 سانتی متر دو متر. خب برعکسه، باید ضرب کنیم تقسیم سیمه. تقسیم از ذره اول تقسیم درسته. حالا تقسیم ها چند؟ تقسیم بره سانتی متر چند؟ سانتی متر چند بود؟ صد. تقسیم ها چند پس؟ صد میشه؟ سیسته سه دیگه. آقا خانم عباسی همه رو درسته، پنجومی رو فقط بجه سه سیزه. آخه عباسی همش درست بود، فقط اون آخری صفر اضافه زدیم، چون سانتی متر با متر رابطه شون صده. من یه بار دیگه اینو بگم و بریم سر وقت متر مکعب و لیتر. و لیتر پاک کنم درسته بابا؟ شد بچه ها. میلی یعنی 1000 سانتی یعنی 100 دسی یعنی 1/10 این کمتر از متر. میکرون که میشه 1 میلیون، کاری نداره. حالا بیشتر از متر. کیلو یعنی 1000 برابر. دکا داریم 10 برابر، هکتار داریم 100 برابر، که اونا هم کار نداریم، با این فقط کار داریم. دقیقه در ثانیه هم که بلدید دیگه، اینجا می نویسم باز. جونم سینا جان آها خاله بیجور تر میشه. هر جور راحت همون کارو بکن. 1 ساعت مساوی با 60 دقیقه. یعنی 60 دقیقه 1 دقیقه 60 ثانیه. پس 1 ساعت مساوی است با 60 ضرب در 60 ثانیه، یعنی 3600 ثانیه. بریم سر وقت حجم. پاک کنم. عکس میگیرید؟ میخواید عکس بگیرید؟ بجرد عکس بگیرید که چیزم نشه. تبدیل یکا توی حجم. بچه توی حجم ما طول داریم، عرض داریم، ارتفاع داریم. تا حجم دست بیار پس، یعنی اگه اینا هر کدومشون متر باشن باید 3 بار متر در هم ضرب شه تا بشه متر به توان 3 که میگیم متر مکعب. این میشه حجم. این هم شکلش متر ضرب در متر ضرب در متر، حجم به دست بیار. پس متر مکعب میشه. حالا میخوام متر مکعب رو به سانتی متر مکعب تبدیل کنم. برای این کار هر متر رو تبدیل میکنم به سانتی متر. 1 متر مساوی است با 100 سانتی متر. این ضرب در. دوباره 1 متر مساوی است با 100 سانتی متر. این ضرب در. و دوباره 1 متر مساوی است با 100 سانتی متر.
حالا وقتی که صدها رو در هم ضرب کنم میشه 1,000,000. نکنه سه تا صد ضرب بشه میشه 6 تا 0، میشه 1,000,000. سانتیمتر رو در هم ضرب کنم میشه سانتیمتر به توان 3، یعنی سانتیمتر مکعب. پس 1 متر مکعب مساویست با 1,000,000 سانتیمتر مکعب. خیلی مهم، یا حفظ کنید و یا اینجوری یاد بگیرید که 100 سه بار در خودش ضرب شه. پس یا حفظ میکنید یا 100 سه بار در خودش ضرب شده، یعنی 100 به توان 3 شده که شده 1,000,000. پس اگر من بگم 5 متر مکعب چند سانتیمتر مکعبه، شما باید 5 رو ضرب در 1,000,000 کنید، میشه 5,000,000 سانتیمتر مکعب. یعنی چی؟ یعنی 1 متر مکعب 1 متر مکعب 1,000,000 از این سانتیمتر مکعب توش جا میشه. ناکنی فرض کنی 1 متره، 100 قسمتش کن، اینا هر کدوم این حجمه دیگه، 100 تا از این جعبه کوچیکای سانتیمتر مکعبی همینجور رو هم جا میشه. بعد 1,000,000 تمامش رو پر میکنه. چقدر میشه؟ یعنی یک جعبه 1 متر مکعبی 1,000,000 از این کوچولوها توشه. ولی خیلی سخته اونجوری 1,000,000 از این جعبه بچینیم توی یه دونه. از ریاضی استفاده میکنیم. خیلی سخته. ولی با کامپیوتر در میاد. آدم قشنگ میشه. خب اینو پاک میکنم. ببینید متر مکعب به سانتیمتر مکعب چرا ضرب شد؟ چون واحد بزرگ تبدیل شد به کوچک. حالا اگه برعکس بود با چی کار میکردیم؟ تقسیم. مثلا بنویسید 400,000 دو چار اضافه شد سانتیمتر مکعب چند متر مکعب است؟ ببینم چند در میاریم. 400,000 سانتی متر مکعب چند متر مکعب؟ بله مریم خانم، فقط من بهم بگید که برم کنار که عکس بگیرم. اگه میخواید منم باشم خب همینجوری من باید میسم عکس بگیرم. خوب اینجوری الان میتونی عکس بگیری یا؟ تا چنده رو بردی؟ 40. ببینیم درست در بودیانه. تقسیم چند کردی؟ تقسیم بره 1,000,000 دیگه. یکم دیگه حساب کن. چند نوشتن؟ خانه عباسی نوشه 4. دیگه عدد بگی بچه ها. هم بروسان چند؟ 40. چهار. کسی نوشه 40؟ 40. اون بر خانه عباسی درسته؟ نه. یواشکی میگم بقیه نبینن. نه. یکی نوشه 40، محسن نوشه 40. 40. حمزه آقایی نوشه 40. تقسیم چند کردین که 40 شده؟ تقسیم چند؟ 100. تقسیم 100 چرا؟ متر مکعبه، سانتی متر مکعبه. یه 100 به توان 3 یعنی تقسیم 1,000,000. خانم مرسن شما هم 40. مگه 1,000,000 نیست؟ این 400,000 تقسیم بر 1,000,000 معلومه ریاضیات تو پا نکن. این یه صفر یه دونه، یکی یه دونه یکی که موند اینو بخون ببینم. بخون این کس رو. نه این کس رو بخون. پنج. نه اینو بخون، اینو بخون. چهار دهم. چرا 40؟ 4 بالا 0 پایین میاد میچسبونه به الکیه. فکر کردی شاید پلیس نداره؟ فکر کردی تو چه ژاندارم نداره؟ گفتم 4 دهم. امان از دست شما. 4 دهم. پس جواب میشه 4 دهم متر. اصلا یکی دیگه حل کنید دوستان. یکی دیگه حل کنید.
بنویسید. 60,000 سانتی متر مکعب چند متر مکعب است؟ 60,000 سانتی متر مکعب چند متر مکعب؟ ببینم کی می‌نویسه. 600. باز دو تا صفر چسب کن. یکم بیشتر. 600. آره. شو. اون گذاش. از راه دور مجازی. مجازی. آفرین محسن، آفرین خان رادنوش، آفرین روژان. چطوری هم دیگر رو میبینید؟ آه نمیبینید، خب اینجوری خوب اصلا بهتر شد. میبینیم که فایده نداره که اینجوری نمیشه که، چجوری نمیشه نمیبینم؟ بله بله، آفرین به همه. خب من اینجا رو پاک میکنم. من هم خواهی میخوای عکس بگیری بگیم میخوام پاک کنم. عکس گرفتی؟ آه گرفتم. نه من گفت گرفتم. گفت؟ گفت. آقا به موقع پاک کرد. من بچه اگه خودشون جواب میدن که مشخصه. بله بله، تابلوه. من اگر هم ببینم. آفرین راجان خانوم، آفرین به شما. بچه 60,000 تقسیم بر 1,000,000 صفرها رو ساده میکنیم، 4 تا بالا 4 تا پایین چند میمونه؟ 600 متر مکعب. بریم مطلب آخر. مطلب آخر نه، دوره آخر. مطلب آخری که میخواییم دوره کنیم پاک کنم. یکی دیگه از واحدهای حجم لیتره. خودت انقدر تو خونه حل کن تو دستت بشین بیرون. ماشین حساب سونا یکاهای حجم یک متر مکعب، دو سانتی متر مکعب، سومین لیتره، میلی لیتره، سی سی و غیره. حالا رابطه هاشون، رابطه یکاهای حجم. حالا رابطه شد. یک متر مکعب رو گفتیم مساوی با 1,000,000 سانتی متر مکعب. این که الان گفتیم. یک لیتر مساوی با 1,000 میلی‌لیتر. یک لیتر مساوی با 1,000 سانتی‌متر مکعب. یک متر مکعب مساوی با 1,000 لیتر. میلی لیتر مساوی با سانتی متر مکعب مساوی با سی سی. میخوای عکس بگیری؟ عکس بگیری چون میخوام مسئله رو کنم. بریم گرفت. بریم. بله من که بله نهیدم، ولی خود از خودم علیکی گفتم. اومده ها مرسی. بله نه یو نشه. بله خانوم نشه. بله خب آقا مسئله خانوم آقا میگم اقل آقا خانوم آقا مسئله بنویسید مثلا 7 لیتر چند سانتی متر مکعب. این اولیش. چند نوشتم؟ آفرین. این بزرگه، این کوچیکه. حالا نوش نوشم. از ضرب باید بشه. آفرین به اونه که دارم می نویسم.
راتنوش اول نوشت. ببین بقیه کی می‌نویسن. مثل اینکه بعد مسابقه بذاریم ها. سینا برو یه 50 60 کیلو طلا بخر بیا بذار اینجا. مدال دارم میشه دفعه پیش. مدال تموم شد. طلا خالص می‌خوام بدیم اینا. فقط راتنوش نوشته همین. هفت لیتر چند سانتی متر مکعبه؟ یه نفرم گفت راستی سینا اینجا گفت. حتما اینترنت خرابه که ننوشتین. اگر نه امکان نداره. آها اینترنت را افتاد. ولی که الله خانم عباسی. علی خانم علی. یکی دیگه. من که تقصیران میزم گردنه. دولت و وزیر مخابرات و اینترنت. اگر شما حتما بلدید. کاری نداره که. اینجا یک لیتر کوشش. میشینه ها. یک لیتر 1000 سانتی متر مکعبه. پس هفتاش میشه ضرب در 1000. بودای فیلم میگه محافظ هستی. میشه 7000. تقصیر منه. هیچ کس تقصیر نداره. من که گفتم؟ من گفتم. نه. من اصلا چیزی نگفتم. یواشکی. یواشکی نمیشه اینجا دوربین ضبط شدش. اگه من تو اوین دیدید کمپوت آناناس برام بده. آلوالی نه، آناناس بده. گیلاس پس 7000 در 1000. گیلاس باز کن. 7000 سانتی متر مکعب. خب چی نوشته؟ آها همون دیگه برای همینه. من هی منتظر بودم شما بنویسید. معلومه که نبودی. خب راجا خانم نوشته؟ نه راجا پیامت نیومد. همش تقصیر این دو نفره. دولت نه دو نفر. خوبه؟ من یه بار دیگه بگم. سوال دارم. گفتم 7 لیتر چند سانتی متر مکعبه؟ ما اینجا داریم یه لیتر 1000 سانتی متر مکعبه. واحد بزرگ و کوچیک میشه ضرب. 7 ضرب در 1000 میشه 7000 سانتی متر مکعب. مطلب مسئله دوم بنویسید. 15 متر مکعب چند لیتر است؟ 15. یه نفر اینجا سریع گفت. آفرین رادوش. نفر بعد. بچه اگر پیام نیاد من مجبورم دوباره برگردم حالت قبل. چون مثل این که برای بعضی اجازه ورود نمیده. خواهم زایی نمیشن؟ چند چی؟ چی چند؟ 15 متر مکعب چند لیتر؟ 15 متر مکعب چند لیتر؟ خب آفرین. نجان دقت کن. محسن آفرین. علی آفرین. نجان خواهم لیتر. آره لیترش حساب. کجا خانم منتظری ما؟ یه عدد نویس. سینا درست گفت. رادوش درست گفت. هلیا درست گفت. محسن درست گفت. حضوری کیفش بیشتره. همیشه هم اینو بخواد. پس متر مکعب به لیتر نگاه میکنیم. کوشش یک متر مکعب 1000 لیتره. پس 15 ضرب در 1000 میشه 15000 لیتر. این تجربه کرده هفتم. این تجربه کرده حضوری. آره شما آره شما آزمایشگاه هم باشید. چند ماه تو که با من نبودید. نه شانس بده ما بود. بچه میخوام تخته رو پاک کنم. من میخوام جوابم نه نیومد. نمیدونم چرا بعضی وقتا جواب نمیاد. حالا عکس بگیر من پاک کنم. من برم کنار که منم نرفتم. بعد بریم عکسمو بفروشیم. پول در بیاریم. اشکال نداره خصوصی نباشه. نه بازش کنه. از خصوصی در بیاریم که حدتون راحت باشه. خیلی خب مریم نمیش پاک کنم.
آیا خانم پاک کنم؟ بچه عکس گرفتیم؟ شما گرفتیم؟ آه ما ذهنمون گرفتیم. آه این خیلی مهمانیم. محسن نوشته بله. روژان خانم نوشته بله. هدیام نوشته نوشتم. بله شهر شهر خانم پاک. یه لبخم بزن. خب. الان گفتیم 15 متر مکعب شد 15000 لیتر. درسته؟ حالا سوال من اینه. 15000 لیتر چند سانتی متر مکعبه؟ 15 متر مکعب چند سانتی متر مکعبه؟ دو تا سوال. 15000 لیتر چند سانتی متر مکعبه؟ 15 متر مکعب چند سانتی متر مکعبه؟ ببخشیم 15000 لیتر چند سانتی متر مکعبه؟ 15 متر مکعب چند سانتی متر مکعبه؟ آقا دادنوش 15 میلیون فکر کنم چیزو داشت. آفرین به دو نفر. دو تا جواب باید بنویسید. دو تا جواب. آفرین دادنوش هر دو تا رو نوشت. محسن شما یکی. باری کرده مریم 1500. آفرین محسن دومیش هم نوشت. دقت کن. باری کرده محسن. روژان خانم آفرین. دیگه خیلی خوبید بچه ها. فقط برای اینکه خیلی خوب بمونید تمرین کنید، چون تمرین نکنید اینو یادتون میره. یعنی هر چند وقت یه مرتبه یه دونه مثلا حل کن. شاید من این کارو بکنم ها، مثلا تو بعضی از جلسات دوباره یه دونه تمرین از این حل کنم، ولی خودتون حتما تو خونه دوره کنید. وقتی به این خوبی جواب میدید هر دوتاش میشه 15 میلیون. گولتون میخواستم بزنم، دیدم گول نخورده. آقا لیت به سانتیمتر ضرب در هزار، متر مکعب به سانتیمتر ضرب در 1 میلیون. پس این میشه 15 ضرب در 1 میلیون، این میشه 15000 ضرب در هزار. جواب هر دوش هم میشه 15 میلیون. یعنی 15 ضرب در 10 به توان 6. او 10 به توان 6 از کجا اومد؟ 10 به توان 6 از کجا اومد؟ ما که توان نخوندیم. تو میدونی از کجا اومده؟ گوش نداره. 10 به توان 6 یعنی همین 6 تا 0. 10 به توان 6 یعنی 1 میلیون. کنم جلسه قبل گفته بودم، یعنی همون 15 میلیون. 15 ضرب در 1 میلیون میشه 15 ضرب در 6، یعنی 15 میلیون. این هم همون 15 میلیون. این جلسه هم گفته بودم. آره گفته بودم. استاد خانم علی خانی هم. سلام خانم علی خانی. من مهدی عبدیه. اشتی نوشتم مهدی عبدیه. این اشتباه اسمش اشتباه. به من چه خوب. مهدی عبدی جان سلام. خب بریم سر وقت چی؟ درس نه آخرین قسمت از فصل 2 در مورد اندازه‌گیری و دقت اندازه‌گیریه. بچه دقت اندازه‌گیری به یه سری عوامل بستگی داره. من پاک کنم تخته رو. دقت اندازه‌گیری یکیش به خود آدم ربط داره، یکیش هم به خود آدم ربط داره. دو تا شد دیگه، درسته؟ چی شد؟ دو تا شم به خودمون. به خود آدم رفت. پس میشه دقت در اندازه گیری. یک به دقت شخص رفت داره. گفتم دومیش هم به دقت آدم رفت داره، ولی آدمی که یه وسیله‌ای ساخته، یه وسیله خوبی ساخته. وسیلهش مهمه. مثلا بهش میگیم دقت وسیله اندازه گیری. این دوتا عامله. معمولا برای اندازه گیری برای اینکه دقت بره بالا بهتره ما چند بار آزمایش کنیم، چند بار اندازه بگیریم وقتی میخوام دقتمون بره بالا. بعد که چند بار اندازه گرفتیم، مثلا یکی شد 15، یکی شد 7، یکی شد 14، یکی شد 13،
معلومه اون موقع که هفت گرفتیم داشتیم چرت میزدیم. خیلی فرق میکنه هفت با اینا. پس این هفته رو اصلا چیکار میکنیم؟ حذف میکنیم. بعد بین اینا میانگین میگیریم. مثلا میگیم آقا 14 دقیق تره. پس یادت نره اگه بعضی اوقات خیلی پرت شد بدون دستگاه خرابه یا تو خرابی. نه تو، نه من. اون شخص، اون شخص. ساعت رو ببینم. آره اگه وقت کم باشه شاره داره. میخوای بری؟ نری؟ کی گفت کار داشتی؟ کی نمیشتی کار داشتنه؟ آه مهدی باشه. مهدی چون بچه با هم با هم صحبت میکن، با هم صحبت نکنی. دقت مشخص بود. دقت کی؟ دقت من آیم. خب پس اینجا اگر ما چند بار اندازه بگیریم بهتر. یکی دیگه از روش ها اینه که شما درست بخونید. یادتونه استوان مدرج یا پیپت؟ پیپت رو نمیدونم نشون دادم یا نه، ولی استوان مدرج نشون دادم. موقعی که میخواید نگاه کنید بعد از روبرو نگاه کنید. پیپت هم نمیدونم نشون ندم؟ نشون میدم بهتون. یه روز دیگه نشون میدم. موقعی که میخواید نگاه کنید بعد روبرو نگاه کنید. اگه اینجوری نگاه کنید یا اینجوری نگاه کنید فایده نداره. یعنی تو کتابتون عکسش هست فکر کنم. بریم فرض کنید یک ظرف توش آب ریختیم میخواید نگاه کنید. اگه از این پایین نگاه کنیم یا از این بالا نگاه کنیم به درد نمیخوره. باید کاملا روبروش باشیم و نگاه کنیم. اونم این خط پایینی رو نگاه کنیم. عددی که اینجا بود وقتی دیدیم میگیم آقا مثلا اینقدر آب میشه. پس دقت شخص مهمه. دقت شخص رو چجوری میتونیم ببریم بالا؟ با چند بار آزمایش کردن یا از چند نفر استفاده کردن. بستگی به جاتون داره، به مکانتون داره. ما یه زمان یه جایی کار میکردیم باید دستگاه کالیبره میکردیم، باید پیپت میساختیم، پیپت ها رو درجه بندی میکردیم. خب من تنها بودم، چند بار تست کردم، یعنی یک هر لوله آزمایش هر پیپتی رو چند بار خط میزدم، علامت میزدم اینم درست یا نه. بعد که تموم شد من فکر کنم کار تموم شده دیگه، چون چند بار این کار کرده بودم، یعنی هر پیپت کم کم سه بار کم کم. بعد که کارم تموم شد اون جعبه‌ای که من علامت زده بودم دادم به یه نفر، گفتم تو هم بیا علامت بزن. یعنی اون شخص هم دوباره علامت زد. بعد اونایی که خیلی نزدیکم بود انتخاب میشد، اونایی که خیلی تفاوت داشت کنار میرفت. تا اون که کنار رفته باز دوباره یه نفر دیگه بیاد امتحان کنه. خیلی مهمه. پس تعداد افرادی که تست میکنن، یک نفر چند بار تست کنه، همه اینا با هم دیگه میانگین میشون. حالا همه اینا یه طرف، وسیله اندازه‌گیری هم مهمه که این وسیلهمون چقدر دقت داره، الکی ساختن یا خوب ساختن. خط کش رو حساب میکنیم بچه. وسیله اندازه‌گیری داره میخوام خط کش. خط کش ها مثلا همون متر کش ها میگید، بعضی هاشون 0 1 یا 10 20 سی و چهل و پنجاه و تا آخر اینجوری دستبندی شده. یه سریشون اینجوری تقسیم‌بندی شده، صرف یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده همینجور تقسیم بسرم کنم. یعنی صفرش که اینجا هست، بعد این پنجه، این دهه، این پونزه، تازه وسطاش هم یکی هم داره. یه خطکش دیگه داری اینجا صفر، اینجا یکی، اینجا کلی خط ریز داره، یعنی میلیمتر هم داره، اینجا سانتیمتر داره، اینجا فقط 10 سانتیمتر داره. الان سینا میپرسیم دقت کدوم وسیله بیشتره، این، این یا این؟ شماره بزنیم، یک، دو یا سه؟ سینا کدوم؟ سه. سه میگه دقتش بیشتره. آیا با سینا موافقی؟ سه. آفرین به اونایی که نوشتن سه. پس همه موافقی. چرا؟ چون ریستر توانید دقیق تره، دقت میرون. حالا بعضی از اینا هم دقیق ترن، مثل کولیس. کولیس یه وسیله است که نمیدونم توی حرف و فن بخونید یا نه. یک دهم میلیمتر اندازه میگیره، یک دهم میلیمتر. یه دونه وسیله است میکرومتر بهش میگن، یعنی یک هزارم میلیمتر اندازه میگیره. نانومتر یک میلیاردیوم. اونا دیگه چجوریه؟ اونا یه دستگاه داره تقسیم بندی شده، بعد اینجوری پیچ داره، پیچ تنظیم داره. اون ورقه رو میذارن اینجا، مثلا یک ورقه کاغذ میذارن اینجا، سفت میکنن، بعد اینا رو میخونن
عددا به هم دیگه تطابق پیدا میکنه، جلو عقب میره، میگه مثلا اینقدر میکرو میلیمتر. خیلی سخته، ولی خب تو بعضی وسایل ما دقت باید داشته باشیم. تو ساخت طلا، حالا طلا مثلا فی ضرر نکنه، تو ساخت اتومبیل میکرومترها وقت تمومه؟ بچه داره وقت تموم میشه، پس اقلا فصل دومون تموم میشه که دیگه جلسات تحصیص را حتما شروع میکنیم. باشه روژان خانوم، حتما شک نکن. توی اتومبیل وقتی میخوام بسازن، این سیلند و پیستونی که دارن رو هم حرکت میکنن، یک ذره اگر به صلاح تلرانسش به هم بخوره یا خطا داشته باشه، خطا بشه. تلرانس درصد خطاست، خطا داشته باشه اون وقت ممکنه یه مقدار روغن از این وسط ها بزنه بیرون، روغن بزنه بیرون، ماشین روشن که دود داره میکنه، یا بعد از این مدت اینا ممکنه من بسابن، بعد از مثلا یه 6-7 ماه این ماشین خراب شده اصلا تو جاده مون. درهایی که باز بسته میکنیم، تو بعضی ماشینا در اینجوری میکنی بسته میشه، تو بعضی ماشین دود داره، دو نفر باید بلگن. پاره شو صدا بیاد، صدا هست؟ معذرت میخوام. ماشین‌های خارجی وقتی میاد باید با لگد درا رو ببندی، ولی ماشین‌های ساخت داخل اینقدر دقتشون بالاست که با می‌خواین من رو ببرن بندازن اوین. آقا با همین میشه فرق، خیلی فرق داری، ماشین‌های ما بهتره، خیلی بهتره، مثلا ایران صادر میکنه پرال دیگه سرآمدش. خب چی نمیشه، صدا قطع شد، صدا رفت، دیدی صدا قطع شد سید، صدا قطع شد، هم خورد به این سیم، صدا قطع شد جان. یه جایی کشیده شد، یا سیم پاره شد، یا سیم پره را، یا این باز شد، تقصیر این رضا بود. خب بچه صدا الان هست؟ صدا هست؟ صدا؟ خوب جایی را پاست یا ساقت رو بسکنم بچه صدا داری؟ بازم نگیدن؟ زمان هی میگم لگت نزنیم، محکم لگت نزنیم، پشت سر وسایل ایرانی حرف بزنیم بلا سر. البته که صدای محدود کرد صدا میمان، صدا صدا هست، صدا هست، صدا داریم؟ نه اون آخر. خب داشتیم صحبت میکردیم، داشتیم تعریف میکردیم، داشتیم میگفتیم دقت وسیله خیلی مهمه و گفتیم که جلسه بعد فصل 3 رو شروع میکنیم. یادتون باشه وقتی من همچین خطکشی بدم بهتون، شما دیگه نمیتونید بگید مثلا این خطکش 40 سانتی متر یا 42 دهمه یا 42 سانتی متر، سخت میشه. ولی وقتی از این استفاده میکنیم میتونیم بگیم مثلا 42 سانتی متر. وقتی از این استفاده میکنیم میتونیم بگیم 42 سانتی متر و 0.2 میلی متر. وقتی از کولیس استفاده میکنیم میتونیم ریستر بگیم. وقتی از میکرومتر استفاده میکنیم میتونیم ریستر بگیم. پس بستگی به نوع وسیلهمون، درجه بندی وسیله، میتونیم اندازه‌گیریمون هم با دقت بالاتر بیان کنیم. اگه سوال هست بفرمایید. جلسه بعد فصل 3 شیمی خیلی مهم، از سعی کن از اول جلسه باشید، چون پله پله پایه رو داریم میچینیم، پایه شیمیه. ترجیحاً اگه دوست داشتین، اگه خیلی علاقه داشتین، بعضی‌ها که خیلی علاقه دارن، این خطه از اینجا داره پخش میشه، اگه خیلی دوست داشتین این جدول رو 10 تا اولش همینجوری یاد بگیرید، هیدروژن بلد شو، هلیوم بلد شو، لیتیوم و همینجوری جهت اطلاع اگه دوست داشته. اون اپلیکیشن جدول تناوبی اون هست. اونو دادم بهشون؟ بله بهشون. اون جدول هم که نصب کنید توی موبایلتون دیگه خیالمون راحت میشه. و اگه سوال نیست خداحافظ. سیف کنید.